سلام به کلاس درس خوش اومدین امروز میخوایم یک مثال حل بکنیم از قانون الغای الکترومغناطیس فارادی که یکی از مثالهای کتاب درسی هست البته ممکنه بگید که چقدر مثالهای کتاب رو حل میکنی من تا موقعی که مثالهای کتاب مثالهای خوبی باشن و یک کتاب خوب درس داده باشه حتما همون روند کتاب رو تقیم کنم هر جا احساس بکنم مثال بهتری هست یا آزمایش بهتری هست یا میشه بهتر یک چیز رو درس داد از روند کتاب خارج میشم این مثال کتاب به نظرم خیلی خیلی مثال خوب و دوست داشتنیه داستان هم از این قرار که ما یک میدان مغناطیسی یک نواخت این شکلی در صفحه داریم که این ضرب درها که دیگه حتما میدونید یعنی میدان به طرف داخل یعنی از چشم شما به سمت کامپیوتر یا تلویزیونی که دارید این رو میبینید و اندازه میدان هست یک تسلا بعد من یک همچین میله هایی دارم یعنی یه سری میله بدون روکش اینجا قرار دادم بذارید من با یک رنگ دیگه بکشم که قاطی نشه یک سری میله بدون روکش من اینجا دارم که به هم متصلن و یک اینها ثابتن یعنی این سه تا میله ثابتن و یک میله متحرک اینجا قرار داره خب که من میتونم این میله رو جابجا جا بکنم طول این میله متحرک من هست 20 سانتی متر پس طول این میله هست 20 سانتی متر و من میام و این میله رو به سرعت میکشم به سمت راست فرض کنید این خط ادامه داره به نحوی که میتونم حالا حالا این میله رو بکشم به سمت راست با سرعت 20 متر بر ثانیه خب سوال از من خواسته که نیروی محرکه القایی در این مدار رو حساب بکنم اندازش رو پس سوال اندازه نیروی محرکه یا همون ولتاژ القایی رو از من خواسته و در حقیقت اینجا یک جریانی برقرار میشه اگر من یک آمپرسنج قرار بدم خب نیروی محرکه القایی طبق قانون القای الکترومغناطیس فارادی از چی ناشی میشد خب پس یادتون باشه برای همه حل همه این مسائل اول از همه میرید سراغ قانون القای فارادی خب این قانون به شما میگفت که نرخ تغییر شار یعنی دی شار به دی تی برای حالت لحظه ای و دلتا شار تقسیم بر دلتا تی برای حالت متوسط به شما اندازه نیروی محرکه الگایی رو میده یعنی این مساوی هست با اپسیلون اندازش و این هم مساوی هست با اپسیلون به صورت متوسط یعنی این متوسط نیروی محرکه رو میداد این در لحظه خب پس این قانون الگای فارادی هست درسته خب مرحله دوم اینه که ببینید تغییر شار ناشی از چیست خب یادتون هست که شار برابر بود با بی معنی میدان زب در مساحت زب در کوسینوس تا یعنی زاویه اون صفحه من با خطوط میدان خب اینجا میدان ثابته در نتیجه میدان تغییر نمیکنه زاویه این صفحه من هم با میدان ثابته یعنی من این رو که تغییر میدم زاویه تغییری نمیکنه و به هر حال عمود هست یعنی در حقیقت این تتای من هست صفر درجه یادتون هست که این تتا زاویه بین خط عمود بر صفحه و خطوط میدان بود که اینجا خط عمود بر صفحه موازی خطوط میدان هست حالا یا در این جهت میتونید فرض بکنید یا در این جهت که به هر حال تتا من یا صفر درجه میشه یا 180 درجه به هر حال اندازه کسینوسش میشه یک خب من فرض میکنم صفر درجه است بنابراین تغییر شار من در این مثال ناشی از تغییر مساحت خوب اینم زیاد فکر کردن نداشت من علکی خیلی توضیح دادم یعنی شما واضحه که الان دارید مساحت این حلقه رو با کشیدن این به سمت راست زیاد میکنید خب پس من فهمیدم که تغییر شار ناشی از چی هست و همچنین فهمیدم که شار برابر هست با بی ای یعنی کسینوس تتای من یکه خب حالا باید برم سراغ قانون الغاء الکترومغناطیس فارادی طبق قانون فارادی اندازه اپسیلون هست دی شار یعنی دی بی ای به دی تی من فقط اینجا به جای شار مقدار شار رو قرار دادم که این مساوی میشه با چی شما میدونید که یک ثابت رو میشه از مشتق آورد بیرون میشه بی تغییر مساحت به تغییر زمان درسته خب دیگه من این فقط ثابت بود از مشتق آوردمش بیرون تنها چیزی من باید حساب بکنم مشتق مساحت نسبت به زمان است یعنی مساحت در طول زمان داره با چه نرخی زیاد میشه برای این ما نیاز داریم یکم یک فکر بکنیم خب عطا فکر کردنش خیلی روند مشخصی هست دیگه مساحت این شکل برابر چی هست مساحت اینجا که مساحت حلقه من هست مساحت مستطیل هست ضرب دو زل فکر میکنم در ابتدایی یا دیگه حد اکثر رو یاد گرفتیم پس این میشه ال یعنی طول این زل ضرب در من اسم این زل رو طولش رو میذارم x پس میشه ال ضرب در x درسته؟ خب اینجا باید یه خورده رجوع کنیم به سواد فیزیکمون سرعت من میخوام ببینم این x ببینید این x الان داره تغییر میکنه دیگه درسته من میخوام این x رو بر حسب این سرعت حساب بکنم چون اینو میدونم چقدره x رو که نمیدونم چقدره اما من میتونم اینو حساب بکنم چرا چون سرعت من در هر لحظه برابر هست با x تقسیم بر t دیگه این تعریف سرعت درسته تعریف سرعت خب یعنی من اگه مبدعم و اینجا قرار بدم صفرمو بگیرم اینجا در این صورت سرعتی که من دارم اینو جابجا جا میکنم دقیقا برابر هست با x یعنی این ایکسی که اینجا دارم تقسیم بر t قبوله در حقیقت هست دلتا x تقسیم بر دلتا t که من چون مبدا گرفتم همین اول دلتا x من دقیقا برابر میشه با خود x زمانمو هم مبدعش رو بگیرم صفر این میشه x بنابراین من میتونم به جای x قرار بدم v ضرب در t پس مساحت من مساوی میشه با l v t دقت کنید من اینجا یک فرضی کردم که در صورت سوال من نه من گفتم نه کتاب و فرضم هم اینه که در t مساوی با صفر این میله دقیقا این اول قرار داره و از تی مساوی با من شروع میکنم اونو حرکت دادم بنابراین در هر لحظه این ایکس من برابر با وی ضرب در تی خواهد بود یعنی سرعت ضرب در زمان مثلا اگر یک ثانیه بگذره آره این خیلی خوبه بذارید من اینو بگم الان یه ها به ذهنم رسید مثلا اگر در ثانیه یک تی مساوی با یک من نگاه بکنم ایکس من مساوی میشه با 20 ضرب در یک مساوی میشه با 20 متر یعنی در یک ثانیه 20 متر این میله من جابجا میشه درسته دیگه چون سرعت هست 20 متر بر ثانیه در دو ثانیه 40 متر در سه ثانیه 60 متر همینجوری بنابراین x من دقیقا برابر هست با v ضرب در t این میشه مساحت در نتیجه این عبارت رو من میخوام دیگه درسته اینا البته همه یه قدر مطلق هم دارن بنابراین دی مساحت به دی تی مساوی میشه با مشتق LVT به دی T خب که V و L هر دو ثابتن باز هم از مشتق میان بیرون. ضرب داره d T به دی T که این مساوی با یک هست این میشه L ضرب داره V. خب درسته من فقط از یک ثابت. ضرب در تی به نسبت تی مشتق بگیرم خب میشه خود ثابت دیگه اینو حتما بلدی پس این میشه ال وی بنابراین نیروی محرکه القایی اندازش برابر میشه با میدان ضرب در ال ضرب در وی درسته من فقط به جای دی آب دی تی مقدارش رو قرار دادم که این هم با عددهایی که داریم میشه یک تسلا ضرب در ال که بود 20 سانتی متر یعنی دو دهم متر ضرب در 20 متر بر ثانیه قبوله این میشه چقدر میشه 20 ضرب در دو دهم ده یعنی 4 ولت این نیروی محرکه القایی در این مدار برابر با 4 ولت خواهد بود خیلی هم مثال جالبی بود چون من تونستم فیزیک مکانیک رو ارتباطش بدم به الکترومغناطیس و همچنین تونستم به کمک انرژی مکانیکی من الان دارم با دستم این میله رو میکشم ولتاژ تولید بکنم این ارتباط به این یعنی تبدیل نیروهای مختلف در طبیعت رو هم شما میتونید اینجا ببینید نه دقیقا به این شکل ولی ریشه خیلی از موتورهای الکترو... الکتر... موتورهای الکتریکی که نیروی مکانیکی رو تبدیل به الکترونیکی میکنن همین هست حالا دقیقا به این شکل نیست ولی ریشه کارشون همین قانون القای فارادی هست در ویدیو بعد با یک مثال دیگه در کنار هم خواهیم بود فعلا خداحافظ